شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر دوستان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه شناخت زرپای ادواری رو پی میگیریم. در جلسه گذشته و جلسه قبلش ما در مورد قوانین زرپای ادواری و شناخت زرپا در موسیقی شرقی صحبت کردیم. امروز میخواییم که در مورد فراز در موسیقی ادواری یا فراز در ضرب ادواری صحبت کنیم که خیلی مهمه. قبل از اینکه راجع به موسیقی در یک فراز صحبت کنیم، من ارجاع میدم برای فهم بیشتر، ارجاع میدم به شعر فارسی خودمون. همینجور که اطلاع دارین در شعر فارسی ما دو مصرع داریم که هر دو مصرع دارای یک وزن شعری هست و همینجور که در برنامه‌های گذشته اشاره کردم، بر وزن افاعیل که در ضرب میشد بر وزن اتانین پیاده شده. ما وقتی یک ضرب ادواری رو میخوایم حساب بکنیم مثل شعر، ما باید کل اون زمانش رو محاسبه بکنیم و در کل یک مصرع ما ریتم رو در بیاریم چی هست. در موسیقی ایرانی متاسفانه این اتفاق نیفتاده. یعنی برای مثال اگر ما میگفتیم مستفعلن 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 مستفعلن، ما کل این چهار مستفعلن در یک ضرب ادواری قرار میگیره و چهار تا مستفعلن با هم تشکیل یک میزان میده. ولی در موسیقی که برای ما نوشته شده اومدن اینو به این صورت می‌نویسن: مستفعلن یه میزان، بعد مستفعلن یه میزان، مستفعلن یه میزان، مستفعلن یه میزان. چهار تا میزان نوشته شده و این چهار تا میزان اشکالش اینه که شاگرد متوجه نمیشه که این چهار تا میزان با همدیگه یک میزان رو باید تشکیل بدن. همونجوری که در جلسه پیش اشاره کردم، چهار تا مستفعلن باید در یه میزان قرار بگیره و هر مستفعلنی با نقطه چین از همدیگه جدا بشه. وقتی که اینجوری میشه ما میگیم در واقع ریتم مستفعلن چهار واحد داره که یه واحدش اینه، چهار تا رو میذاریم توی میزان. و در رابطه با وزنهای دیگه شعری هم به همین صورته. وقتی میگیم فاعلاتن 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 فاعلات فاعلاتن 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 فاعلات فاعلاتن 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 فاعلات، خب نقره‌هایی که زیر این ریتم میاد با همون ریز اگر ما بدیم به عنوان پایه، فاعلاتن 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 فاعلات، این تعداد نقره که با ریز دادیم، ریز پلنگی اصطلاحاً، اینجا در واقع زمان تعداد اینها، مقدار زمان واحد رو برای ما در چهار ترکیب مستفعلن یا فاعلاتن در واقع تعریف میکنه و مشخص میکنه که زمان میزانمون از چه تعداد صدا تشکیل میشه. اما نکته بعدی اینه که ما در موسیقی بخوایم اینو مقایسه کنیم، همین اتفاق هم برای موسیقی میافته. یعنی ما میزنیم، مثلا برای مثال میزنیم دای را رام رای دا را رام رام دا را رام رام دای را رام. خب ما در واقع اینجا چیه؟ فرازمون، کل این فراز ملودی تشکیل یک دور ادواری میده، تشکیل یک پایه میده و ما در موسیقی باید این رو به همون صورت شعریش اینجا هم میتونیم در موسیقی استفاده کنیم. پس با این قیاس ما متوجه میشیم که
باز در نوشتن نوت‌نویسی ما تفکیک شده این میزان از هم دیگه و دور ماهیت خودشو از دست داده. اما نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که مثلا ما ممکنه در یه جمله موسیقی بگیم دارارام بام بام دادا دادا دیدا دادا دام بام بارارارات داد 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 دارارام، این الان 9 ضرب شد و ما کل این 9 ضرب رو باید چیکار کنیم؟ تقسیم بندی کنیم و هر واحدش رو نقطه چین کنیم تا مشخص بشه که این 9 ضربی دارای چه خاصیتیه. به غیر از این نکته، نکته خیلی مهم نکته چیه؟ نکته اکسنته. ما در یک ریتمی میگیم، برای مثال همین مستفعلون، میگیم مستفعلون 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 مستفعلون، اکسنت ها چی میشه؟ عوض میشه. ما میتونیم اینو اکسنت رو تغییر بدیم، بزنیم وقتی اکسنت تغییر پیدا میکنه ما باز در میزان بندی دچار مشکل میشیم، یا باید تمام اکسنت ها رو شدت ضعف های اکسنت ها رو بذاریم که این شدت ضعف های اکسنت ها خیلی کار مشکل میکنه، برای اینکه هر کدومش نسبت به اون یکی تغییر میکنه و شاگرد هم وقتی اجرا میکنه این اکسنت ها نباشه، یه نمونه شو از استاد میشنوه میزنه و باید استاد همه این نمونه ها رو براش اجرا کنه و منطقی به دنبال این اکسنت ها تعریف نشده تا حالا. نوازنده های خوب تنبک و استادای تنبک به صورت بنیادی چون هنرمندن، خودشون توی اجراها اصولی رو روی احساسشون و روی شناختشون تغییر میدن، اما در متد آموزشی کار باید توضیح منطقی داشته باشه و توضیح منطقیش بدون در نظر گرفتن این فرازها و اکسنت ها امکان پذیر نیست. یه علت این که این اکسنت ها تغییر میکنن، گفتم خود زبان فارسیه، میگیم که من رفته بودم به سینما، من رفته بودم به سینما، من رفته بودم به سینما. خب میتونیم بگیم من رفته بودم به سینما، من رفته بودم به سینما. بعد میتونیم بگیم من رفته بودم به سینما، من رفته بودم به سینما. ببینین اکسنت ها تغییر میکنه. این اکسنت ها خیلی مهمه در ریتم های ادواری، چون تمام ملاحت و زیبایی ریتم در این اکسنت هاست. اگر اکسنت ها در ضرب ها در عصر رعایت نشه، ما دوچار یک نواختی در اجرا میشیم. اجرای ضرب مدت های مدیدی که یا میگن این دو ضربیه، یا میگن سه ضربیه، یا میگن ساده است، یا میگن ترکیبیه، و هر جایی که به مشکلی برمیخورن میگن خب این ضرب 6/4. همه تصنیف هایی که در اینا ساخته شده 90% میگن 6/4، بقیش میگن 4/4 یا 2/4، در صورتی که تصنیف ها فراز و نشیب های مختلف داره و رعایت ادوارش بسیار بسیار کار سخته. مثلا برای مثال من اینو میخونم، یه تصنیف خیلی قدیمیه اجرا نشده تا حالا، یه تیکشی میخونم که اینو از استادم آقای دوامی یاد گرفتم. دلا 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 مفتون و حیرانی، مفتون و حیرانی، تو از غم من، تو از غم من. این الان میخوام دورش پیدا کنیم. خب این با این اکسنت ها با این فراز خیلی مشکله که دورش پیدا کنیم، مگر اینکه یک استاد با تجربه ضرب اینو شنیده باشه یا اینقدر قریه و ذوقش قوی باشه که بتونیم آنالیز کنه و بگه ضربش چیه. از اینجور تصنیف ها ما خیلی زیاد داریم و نمیتونیم ببریمش بگیم این دو ضربیه، این سه ضربیه، اینم چهار تا، اینم شش چهارم تموم شد. پس نشون میده که در واقع ما چند هزار سال خب هیچ کاری در مورد ضرب و ریتم نکردیم و ضربا فقط به همین ضربای دو چهارم و سه چهارم تموم میشه دیگه، در صورتی که ضربهای ادواری همچون شعر که نزدیک حدوداً بالای 80 بحر رو تشکیل میده، ما مینیمم 80 بحر در ریتمای ادواری داریم که هیچ کدوم اینا هم دو ضربی و سه ضربی اینا نیست، ترکیبات مختلفه و فرازهای مختلف داره. نکته بعدی اینه که زبان ما زبان مستری خیلی نیست، زبان ما مثل زبان عربی نیست.
عربی چون زبان مستریه همه اصولش از این مستر میاد بیرون و کار کردن با این از نظر انضباط در زبان و انضباط در ریتم راحت تره. بعضی ها در واقع به این مسئله توجه نمی کنند که خیلی از کتاب ها چون در اون طرف آب ها نوشته شده راجع به ضرب ها، رعایت اون زبان عربی رو در ضرب ها کردن. اما در فارسی ما زبانمون زبان فارسیه، بیشتر زبان پیشفند ها و پسفند هاست و ما در اینجا با یک کلمه یا با یک اکسنت خیلی کارا میتونیم بکنیم. میگه من به سینما میروم، من به سینما میروم، من به سینما میروم، من به سینما میروم، من به سینما میروم. ببینید ما یک دونه من به سینما میروم رو چند جور اکسنت و چند جور کیفیت و معنی کردیم، حالتاش و احساساش فرق میکنه. حالا قول داده بودیم که به ضرب بی نظیر جناب بهمن رجبی گوش کنیم. در هفته گذشته از ایشون مختصر من صحبت کردم. بهمن رجبی استاد بزرگ ضرب، عاشق ریتم و عاشق فرهنگ ایران، عاشق موسیقی ایران بوده و هست و خواهد بود. بهمن رجبی از اون موقعی که من صدای ضربش رو شنیدم، از اون موقعی که دوستی ما شروع شد، ذهن این شخص، ذهن این هنرمند یک لحظه از ریتم خلاصی نداشته و تمام محیط خودشو با ریتم میشنوه. کهکشان رو تصویری از ریتم داره. بهمن رجبی بسیار بسیار برای ضرب زحمت کشیده و با یکی از بزرگترین استادان ضرب، یعنی افتتاح، شادروان افتتاح، که ضرب بسیار قدرتمندی میزد در ریتم نوازی، چه در ضربهای سنگین چه در ضربهای تند، بسیار بسیار شیرین و با موزیکالیته خیلی خوب مینواخت. که من یادم که استاد کسایی و استاد جلیل شهناز هر دو شاید 90% کاراشون رو با افتتاح زدن. وقتی سوال کردم که چرا شما علاقه دارین که با افتتاح بزنین، میگفتن اون ضرب رو، موسیقی رو با ضرب عجین و هماهنگ میکنه و با مراقبت کامل کارهایی میکنه که ما هم لذت بیشتر میبریم، هم از نظر ریتمای سنگین به ما ذوقی میده که ما بتونیم بیشتر خلق کنیم. و همیشه اساتید ترجیح میدادن با استاد جناب بهمن رجبی، آقای افتتاح، کار کنن. بهمن رجبی پس از کارش با افتتاح خودش به مطالعه ضرب پرداخت و هر جایی که صدای ضرب یا کسی ضرب میزد میرفت و مطالعه میکرد. تو ادبیات قول رو بررسی کرده، توی زمانبندی کلمات قول رو بررسی کرده و کتاب بی نظیرش که اون موقع که داشت میمش، که اگه اشتباه نکنم با جناب بدی زمان فرزانفر ارتباط نزدیک داشت، من ایشون رو ملاقات کردم و همیشه زیر بغلش یه پوشه مقاله یا یه پوشه ضرب بود و سخنرانی های زیادی در مورد ضرب کرده و در بعضی از زمانهای تاریخی زندگیش اونو درک نکردن، در بعضی از زمانهای زندگیش بسیار بسیار بهش کم لطفی کردن، ولی او همواره کار کرده، کار کرده، کار کرده و یک انسان متعهد و مسئول در مقابل تاریخ ایران و جهان. و ما برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم و با اجازه ایشون قطع ضربی رو که از هفته پیش تا این هفته تونستیم پیدا کنیم برای علاقمندان پخش میکنیم. با هم به ضرب استاد بهمن رجبی گوش میکنیم. Thank you.
شنیدن این اثر زیبا از استاد بهمن رجبی این برنامه رو خاتمه میدیم. همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. روز و شب شما خوش باد.